درست در زمانی که سرعت شیوع کرونا کند شده و اوضاع یکم داره بهتر میشه، یک مشکل دیگه پیدا شده. سازمان بهداشت جهانی اسمشو گذاشته اینفودمیک یا شیوع اطلاعات نادرست. پدیده تازه‌ای هم نیست، ولی پخش اخبار ساختگی دستکاری شده و بعضاً به کل دروغ در این دوران افزایش پیدا کرده. مثلا چند وقت پیش شایع شده بود که بوریس جانسون کرونا گرفته و مرده، یا اینکه 5G به شروع کرونا ربط داره. بعضی حتی میگفتن این ویروس اونقدر خطرناک نیست و کلن اغراق شده، و خب نتیجهش این بود که بعضی ها قرنطینه رو جدی نمیگرفتن. خلاصه این شد که خودمون تصمیم گرفتیم بررسی کنیم ببینیم گروه های سیاسی افراطی و در حاشیه چطور از اینترنت و فرصتی که کرونا در اختیارشون گذاشته سوء استفاده میکنند. گاهی یک موضوع که در سایت های نچندان معروف یا در چت های خصوصی تر شده به سرعت پخش میشه و به رسانه های بزرگ هم میرسه. مثلا این شایعه که ویروس کرونا رو بیل گیتس ساخته یهو خیلی گسترده شد، یا این شایعه که گسترش کووید 19 تقصیر مسلمان هاست و سرچشمه‌اش هند بوده و خیلی سریع تا آمریکا هم رسیده. اخبار جعلی در همه گرایش های سیاسی دیده میشه. برای هر موضوعی که در نظر بگیرید و در هر بحثی که فکرش رو بکنید، حجم زیادی اطلاعات غلط و حتی نفرت پراکنی وجود داره. اما یک گروه هست که بنابر شواهد بیش از بقیه در کارزار اطلاعات غلط فعاله. راست افراطی. نمونه های این قبیل دروغ پراکنی ها و روایات جعلی کم نیست، ولی این پژوهش که ما در تیم کلیک بی بی سی با کمک مؤسسه گفتگوی راهبردی که یکی از اتاقهای فکر معتبر دنیا در حوزه پژوهش های افرادگرایی انجام دادیم، یکی از نخستین پژوهش هایی که تلاش کرده ابعاد واقعی این مسئله رو بفهمه. برای این پژوهش 38 صفحه عمومی فیسبوک رو که با گروه های دست راستی در نقاط مختلف دنیا مرتبطن بررسی کردیم و بیش از 150 هزار پستشون رو از ژانویه سال جاری میلادی تحلیل کردیم. روی هم 18 روایت اصلی در این صفحه ها پیدا کردیم. حول مهاجرت، اسلام، مالکیت اسلحه، جرم و جنایت و غیره. عجیب ترین قسمت ماجرا این بود که هرچی از قرنطینه میگذشت، صحبت از ثروتمندان بیشتر میشد. امثال جف بزوس، خاندان روتشیلد، جورج سوروس و بیل گیتس. و به همون نسبت حرفایی که این آدم‌ها رو به کرونا ربط میداد بیشتر میشد. سرپرست پژوهش کلوی کالیور بود. علت این که رفتیم سراغ این پژوهش این بود که می‌خواستیم ببینیم نسبت افراط‌گرایی و دروغ پراکنی در اینترنت چیه و می‌خواستیم ببینیم کرونا چه تأثیری روی این روندها داشته. این صرفاً یک نمونه از گروه‌های فیسبوکیه که ما بهش دسترسی داشتیم و تونستیم بررسی کنیم. شاید یکی از بهترین نمونه‌های این جریانه که نشون میده گروه‌های راست افراطی چقدر به کرونا توجه داشتن و فعالیت کردن. ولی یک چیز رو نشون نمیده که از قضا بسیار نگران کننده تر هم هست، و اون اینه که چقدر فعالیتشون از حاشیه به متن فضای اینترنت اومده. الگوریتمی که نوشته بودند گروه‌های راست افراطی رو بر اساس موضوعی که درباره‌اش حرف می‌زدند به 5 دسته تقسیم کرد. یکی حول یهودیت، یکی حول اسلام، یکی مهاجرت و یکی مسائل همجنسگرایان. اما بزرگترین دسته که به مراتب گسترده‌تر از بقیه بود، همون نخبگان و ثروتمندان و تئوری‌های توطئه بود. اگه به این تئوری‌های توطئه که در مورد ثروتمندان مطرح میشه نگاه کنید، میگن اینا واکسن کرونا رو دارن ولی به مردم نمیدن، یا اصلا این بیماری رو عمدن درست کردن. و اغلب کلیشه های یهودی ستیزانه در مورد ثروتمندان یهودی دارن و در واقع تحت پوشش بحث درباره کرونا دارن محتوای یهودی ستیزانه تولید میکنن. این پژوهش نشون داد این دسته علاوه بر این که کرونا رو به ثروتمندان ربط میدن، بیش از هر گروه دیگه فکر میکنن این ویروس ساخته بشره یا اغراق شده یا درمانش موجوده. بعضی ها از داروهایی مثل کلوروکین برای درمان کرونا اسم می بردند که به رغم صحبت های آقای ترامپ اثبات نشده و ممکنه خطرناک باشه. خیلی از حرفایی که می شنوین از اون دست حرفایی که من بهشون میگم گزارش موردی. ممکنه درست باشن ولی موردی هن. در نتیجه تنها چیزی که میتونم بگم اینه که برای حصول اطمینان از اینکه دارویی موثره باید آزمایشی بکنین که اطلاعات مفید ازش به دست بیاد. یافته های پژوهش رو برای فیسبوک فرستادیم. اونا گفتن تعدادی از لینک هایی رو که برنامه کلیک بی بی سی فرستاده بود و با مقررات ما در زمینه نفرت پراکنی و پخش اطلاعات غلط و مضر مغایرت داشت بستیم. اگه مطلبی دروغ باشه اما خلاف مقررات ما نباشه، پخش اون رو محدود می‌کنیم و برچسب هشدار روش می‌زنیم.
که در 95% موارد باعث میشه مردم سراغ محتوای اصلی نرن. با این حال به نظر میرسه پروپاگاندای گروه‌های افراطی همچنان ادامه خواهد داشت و روی موج پاندمی یا دنیاگیری رشد خواهد کرد. به نظرم به مرور که اشتیاق مردم به پیروی از تدابیر بهداشتی که در نقاط مختلف جهان اتخاذ شده کمتر بشه، توان گروه‌های راست افراطی برای اینکه فعالیت‌هاشون رو با بهره‌گیری از کرونا از حاشیه به متن بیارن بیشتر خواهد شد.